من از کودکی، از دوران کودکی، از موقعی که خودم شناختم به قول معروف چشم باز کردیم در خانقاه درویش قادری رفت آمد داشتیم. یکی از چیزای چه می‌دونم مراسم تفکیک ناشدنی از خانقاه درویش قادری که همیشه هست، دفن نوازی تو خانقاه اصلا جزء مراسم آیینی اونجاست. همیشه من دفن می‌دیدم و ابتدا همطوری بازی بازی میکردم، شوخی شوخی دفع دست میگرفتیم که بچه که بودم. از سن 10-12 سالگی به بعد دیگه میزدم، میرفتم خانقاه هیچی، بدون اینکه معلمی ببینم، بدون اینکه عملا در ارتباط باشم با یکی از این دفع نوازا، ولی بدون اینکه خودشون بدونن، استادهای نادیده من فقط از طریق چشم به چشم تمام دفع نوازای اون موقع کردستان، مثل خلیفه کریم، کریم شیعه، مثل آقای محمد شمس، آقای سلامی ها و خانواده اندلیبی ها میرفتم. اول به صورت این گروه نیمه حرفه‌ای در سنندج، یکی دو بار پدرم در گروه خودش در سنندج، ارکستر رادیو سنندج و فرهنگ‌هنر سنندج، نه رادیو سنندج، در فرهنگ‌هنر سنندج به طور نیمه حرفه‌ای از استفاده کرد. ولی خب میدونی فرهنگ‌هنر سنندج یک سالن محدود که 500 نفر نشستن، نمیتونست اینقدر بسا چیز داشته باشه، در بین مردم رواج داشته باشه این ساز. ولی خب تا اینکه لطفی اومد به سنندج و بردمش تکیه خانقاه، اونو دید، منو دیدیم اینا، به این پیشنهاد رو بهش دادم و گفت فکر بسیار خوبیه. بعد یک شب راه 20 ساله رو رفتیم. شاید اگر لطفی نبود، شاید اگر استاد شجریان نبود و آقای هوشنگ ابتهاجی نبود، ام گروه شیدایی نبود، شاید 20 سال طول میکشید که من خودم بتونم دف رو معرفی کنم. یهو یک شبه اومدم با ابرمرد آواز ایران در ابرجشن، جشن هنر شیدا، در بین هنرمندای از آمریکا و انگلیس و فرانسه، سراسر دنیا نشستن تو حافظیه، هزار تا تماشاچی دانشجو همه از اقشار برای جامعه نشستن و شروع کردیم گر به تو افتادن نظر زدیم. چیه بگیم؟ گر به تو افتادن نظر، خیلی طول کشید تا صدا بردارا صدای دفع شناختن. تکنولوژی دیجیتالی وجود ندارد، میکروفونی سنایزر و آکاجی و شوری وجود ندارد، یه میکروفون بخویه. من جوون بودم، مثلا همین گرفت رو میخواستم بکوبم به دفع، باور کنم تر میدونم. گر به تو افتادم نزن، چرا میرفت تو میکروفون سازه دیگه، بقید دست من که نشسته، تار نشسته بود، نی نشسته بود، میرفت تو میکروفون اینا، نمیذاشتم بزنم. من هم جوون تازه از پشت کوهای کردستان اومدم اینجا، بقید دست ابرمرد آواز ایران میخوام بزنم بترکونم. 20 سال طول کشید تا صدا بردارن صدا دفع شناختن. با وجود اون 40 سال دفع میزنم، هنوز نمیدونم معجزه اون خانقاه است، معجزه اون فضا است، حضور اون آدم است، اون دراویشه،
هنوز اون صدایی که تو دف خانقا من شنیدم هنوز اون صدا را از ضبطه خودمون نشنیدم. من همیشه میگم اگر رازی الکل رو کشف نکنه بالاخره یکی دیگه کشف میکرد. این شانس، این چه میدونم، این گل به جمال رازی زده شد که به نام اون زده بشه. من هم این گل به جمال من زده شد که دف حسین من معروف، وگرنه بالاخره یک روزی از گوشه همطوری که گفتم رفت اونجا بس نشست، از اون بس نشینی خانقا می آمد بیرون یه زمانی. ولی واقعا خیلی از دست به دست هم دادن تا این معرفی شد. کار بعدی با خانم مرضیه بود. راه تو می پویم، نام تو می جویم. این بود سومین کار. یک کاری بود با گروه عارف کاهای ناظری خون، مال پریز مشکاتی هم بود. قیامت ها یه پار آتش زر سویی برانگیز از هر سوی برانگیز. چهارمین، پنجمین، ششمین کارهای گروه شیدار من تنبک زدم. بعد ارجان که اومد دیگه من تارباز شروع کردم بزنه. تا همین جشن توس بود. جشن توس رفتیم اونجا، یه سری نوازنده محلی اسم نمیبرم از فقر و نداری وقتی کنسرت تموم شد سازشون رو میفروختن. یه گروهی اومده بودن از سیستان و از بلوچستان اومده بودن، بله، یا از کرمان، یا از بلوچستان که رباب میزدن. از آخر سازشون تپتی هم این 2000 تومان گفت 2000 تومان، لطفی 3000 تومان بهش داد به من. این سازیه که اون موقع رباب، اون موقع همون نوازندهش که میشناسم ولی نمیخوام اسمش رو بگم، فوت کردن الان، گفت که مال 80 سال پیشه، مال پدر من بوده این رباب. حالا هم 45 سال از اون موقع میگذره، میشه چقدر؟ 125 سال پیش این رو با. به هر حال لطفی اینو برای من گرفت، چون احساس میکردیم یه انسامبل بیس تو گروه ایرانی، هر ضبطی که کردیم رباب بود و عود بود و تارباس بوده، بسیار باس زیبایی داشته. هر کدوم از این ننوده یه چیزی کم بوده، بعد باسمون کم بوده. تارباس یک باس بسیار حجیم داره، عود یک باس نرم و ملایم داره، رباب یک باس تو دماغی تقریبا شبیه به آلتو دیگه باس نیست. این صدا و هم هر کاری که چه گروه عارف چه گروه شیدا، هر کاری که این ستا ساز بوده بسیار رنگ زیبایی داشته. و من تو گروه شیدا بعد از اون تاریخ، یعنی از جشن توس به این ور، شروع کردم به رباب زدن. راجب جشنواره دف، دف نوازی هم یه توضیح بدین. بله، من در واقع همیشه از داوری و قضاوت دوری کردم، خوشم نمیاد، چون من معتقدم کسی که داوری میکنه علاوه بر شناخت و دانش و
قدرت تشخیص، همه اینها جای خودش باید یه خوردم بی‌رحم و چیز باشه. 10 تا پهلوان میان رو صحنه بگی 9 تاتون به در نمیخوره، فقط یک تون به در میخوره. به خاطر همین همیشه اکراه داشتم، این از صمیم قلبم میگم، از قضاوت کردن و داوری کردن به اصرار دوستان و اینکه میگفتن خود شرکت کننده ها دوست داشتن که شما باشین. منم به احترام این عزیزان یکی دو بار تو کردستان بود، فستیوال دف نوای رحمت، یک بار فستیوال ذکر و ذاکرین بود و دو بارم در تهران در خدمت آقای رضا درویشی داوری جشنواره رو داشتیم. یه چیز نزدیک به 1000 تا دفنواز اومدن دفنوازی کردن که در واقع اونجا ما یه سخنرانی کردیم به سطور همین فستیوال دفنای رحمت که من گفتم واقعا پایتخت دف، شاید بگم جهان. البته دف میدونی که دف به شکلی هم، دف 8 گوش داریم، دف 4 گوش داریم، دف به شکل‌های مختلف، دف عربی داریم، عربانه داریم. در هر کشوری بری یک چیزی دایره شکل برش پوستی کشیدن وجود داره، اما به این شکل و هیبت با اون حلقه ها که به قول درویش سلسله، بعضی از درویش هم قد تعصب دارن میگی زنجیر، دعوت میکنه باید بگی سلسله، با اون سلسله ها و با این صفحه ممبران فون، با اون اندازه و قد و قواره من فقط در کردستان دیدم، اونم در تقایه درویش قادری. و به خاطر این اونجا خودمون به حکم خودمون اعلام کردیم که کردستان و سنندج پایتخت دف در جهانه و خواهش کردیم از جناب استاندار و اونایی که به هر حال متولی این کار هستن که دف رو هر چه زودتر قبل از اینکه یک کشور دیگه به اسم خودش ثبت کنه به اسم ایران و دف ساز ایرانی به ثبت برسونه. من معتقد هستم کسی میتونه برای یک سازی، نه فقط دف، برای هر سازی میتونه اتود بنویسه یا کتاب بنویسه که حداقل 20-30 سال سابقه تدریس این سازو داشته باشه، که مجموعه تجربه این 20-30 سال بدبستون بین استاد و شاگرد اون چکیده اون میشه اون اتود یا اون کتابی که بنوان خودآموز یا کتاب برای اون ساز میتونه منتشر کنه. من این 20 ساله به خاطر همین صبر کردم. البته خب خیلی سعی کردم که این کتاب خودآموز باشه ولی هر کاری کردم نشد. ولی اگر بشه در آینده، اگه این دستم متاسفانه فعلا یاریم نمیده، اگه یه نیروی مجددی پیدا کرد میتونم تصویریش هم بدم بیرون که از روی خود کتاب که بتونه خودآموز باشه. من معتقد نیستم که این کتاب وزنخانیه، کسی از روی این میتونه وزنخانی یاد بگیره، نه. کسی میخواد این کتابو بزنه قبلش باید وزنخانی کار کرده باشه. من اگه میخواستم در واقع به اون شکل، یعنی شاگرد هدایت کنم از صفر تا صد وزنخانی یاد بگیره، خب باید 10 تا کتاب مینوشتم، دوره عالی، دوره فوق عالی، دوره مقدماتی. نه، این فقط یک سری اون فیگورها و ریتمایی که در خانقاه درویش قادری هست که اسمای مختلفی داره، مثل حی الله دایم و اسمایی که اکثر بچه ها خودشون میدونن. اینا رو بعضیاش ریتمایی بوده که با خانواده کامکار در
دوستانم در جاهای مختلف اجرا کردیم به صورت کتاب منتشر کردم. Come here.